اصلا مدل جستجو اون چیزی که شما دوست کلمه رو میزنی و تو فارسی میاد نیست. نه تنها آخه وقتی میپرسید چرا اینجوری میشه، میگن جستجوی ایرانی ها خیلی اینطوریه. نه تنها اینطوری نیست، بلکه مانع میشن از اینکه سایت هایی که با بعضی الفاظ شروع میشه و فراوانی بعضی حروف توش زیاده، یعنی با برنامه‌ریزی داره فارسی برنامه‌ریزی کرده، من روزم فارسی به شدت هم معتقدم که اینطوریه. حالا به همین دلیل وقتی که جناب آقای نیلی صحبت از عزم ملی میکنن، ما باید در شرایطی که داریم از طرف ماهواره ها بمباران میشویم، برای عزم ملی دو تا لایه در نظر بگیریم. یکی تصمیم حکومتی، دوم ایجاد فضای پذیرش اجتماعی. وقتی که زنا احساس خطر نمیکنن از اینکه کنار همسرانشون بشینن فارسی وان ببینن، هر چقدر شما قانون وضع کنی که برای دیش ماهواره، اینترنت یا هر پدیده دیگری شبیه اون بخوای ممانعت ایجاد کنی، این مسئله موفق نمیشه. ما باید به خانم‌های جامعه بفهمیم که اگر علاقمند به تربیت فرزندتون هستین و اگر میخواین که بنیان خانوادهتون سالم و پابرجا بمونه، نباید این تن به همچین مقوله‌ای بدین. تازه اون وقت لایه‌های کم فرهنگ‌تر بدتره. شما می‌بینید تو عشایر دیش ماهواره هست، یعنی جستجو کنین تو مجموعه عکس‌های خبرگزاری مهر، عکس مجموعه گذاشته بودن ببینید هست. حالا چیکار باید کرد؟ آفرید آمیسن همین ظرفیت سازی، هر چقدر بودجه مملکت برای این کار میخواد باید پاش بذاریم، تعداد شبکه‌هامون رو برسونیم به 150 تا. یه بخشش دستگاه فرهنگی هم ما از یه چیزی داریم رنج میبریم و اون عدم انسجام در سیاست های کلان فرهنگی نظام. ببینید وقتی که دستگاه فرهنگی رسمی کشور، یعنی مثلا فرض کنید که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلام، سیاستش در حوزه سینمایی با دستگاه های دیگر یا حتی با بعضی از مجموعه های دیگر خودش متفاوت باشه. نمونه من عرض میکنم، در حوزه مطبوعات تصویر در واقع لانگ، شما میگید چی میگید تصویر لانگ مثلا از بانوان در روی صفحه جلد در مطبوعات، این ایراد داره. نه بسته بسته آره درسته بسته میشه هر چی که شما بگید، فنیش مال شما، ایراد فنی داره. اما شما میگید در حوزه سینما مثلا قصه، این به لحاظ تبلیغی دارم میگم، اخیرا مثلا تبلیغ کالاهای خارجی با تصویر بانوان در تهران داره دیده میشه، شما میدونید، من و شما میدونیم، درسته، امیدوارم این کار شده باشه. میخوام بگم سیاست های متناقض در حوزه سینما، ما یک روز این کارو میکنیم، حالا اینکه سیاست های خود متناقضه هیچ، در دوره های متعدد سیاست ها متناقض هم میشه. یه نفر برای این که بگه من همون گلبول قرمزم، میگه من حالا الان دیگه میخوام برم آب و برسونم به لب تشنگان مثلا دیار فلان، ور میداره میبره، میخواد سیاست های کل در واقع نظام رو تبدیل میکنه به بازیچه در حوزه هرچی، در حوزه های به خصوص حوزه های فرهنگی ما و هنری ما.